صاحب جناب فدرا صاحب، شما چیزی بر ملاحظه ندارین؟ آخرین نکته نظر اگر داشته باشین بفرمایین. تشکر، خواهش میکنم. بله، مطالب زیبا و توضیحات قانع کننده جناب هادی فرمودن. بحث همونه که ما در واقع در کتابم آمده و جناب هادی هم گفتن که دین فلسفه داره. فلسفه دین اینه که آمده برای انسان خدمت کنه و انسان را به سعادت برسانه. در واقع دین برای انسان است، نه انسان برای دین. گمان میکنم همین گزاره در یک صفحه یا دو صفحه از این کتاب یک جایی من دیده بودم. بعد در واقع البته اینو خیلی شخصیت های اسلامی گفته، امام موسی صدر، محمد باقر صدر و افراد دیگه هم قبل از این نخبگان جهان اسلام این رو گفتن که فلسفه دین برای سعادت و رستگاری انسان هم. و پیامبر اکرم، یعنی هیچ دیندار بالاتر از پیامبر شده نمیتونه. به اصطلاح فارسی زبان ها کسی کاتولیک تر از پاپ شده نمیتونه. کسی نمیتونه که بگه که از من پیغمبر دین بهتر میفهمم. پیامبر اسلام با تمام افرادی که در واقع در زندگی در سیره پیامبر نگاه میکنیم، برادر ما آقای سید لقمان عزیز گفتم که اون آیه شریفه را نقل کردن که اون آیه شریفه میگه اذن للذین، یعنی بعد از اینه که سالها مسلمان ها بلال حبشی زجر شد، سمیه کشته شد، یاسر کشته شد و عده زیادی به حبشا آواره شد، عده زیادی به مدینه آواره شد، در شهر ابی طالب شکنجه شدن، مسلمان ها اونقدر ظلم و اذیت دیدن و دیدن و دیدن و کشته شدن و زجر شدن. وقتی که اینها دنبالشون حتی در حبشه میره، در مدینه میره، در هر جا، اون وقتی که بالاخره آخرین مجرا برای به اصطلاح تنها راه اینه که در واقع از جان خود دفاع کنه، اونجا آیه میاد که اذن للذین این آیه میگه که اینجا اذن داده شد که شما از خودتان دفاع کنید. مثلا در همون نبردی که بین در جنگ بگیم خندق، در جنگ خندق، خندق دور شهر مکه حفر شده بود یا دور شهر مدینه؟ دور شهر مدینه بود. به خاطر چی؟ به خاطر که 10,000 نفر آمده بودن میخواستن بالاخره گرد و خاک شهر مدینه را با خود بالاخره ببرن، مدینه را ویران کنن، نابود کنن. اینا برای حفظ خودشون دور شهر خودشون را خندق کنده بودن. در واقع اسلام سراسر زمان همون جهاد یا بگیم کارهای اینطوری صورت گرفته میشه، اجازه داده میشه که در واقع طرف مظلوم باشه. و این متاسفانه گروه های افراطی اینها در واقع ظلم میکنن، مظلوم نیستن و تازه ابزار ظلم هستن. اینها باعث میشه به هر کشوری که اینها شلوغکاری را مندازه، هر کشوری رو که اینها خراب میکنه، بعد میبینیم که نهادها و کشورهای دیگه این اون کشور برای 100 سال 200 سال از قافله زندگی و تمدن عقب میمانه. در واقع اینها فلسفه وجودیشان یا بگیم که در اون نگاهی پراکسی وار یا جنگ های نیابتی، اینها خودشان ابزار هستن، اینها از قیمت خودشان خبر ندارد. پس اینها اولا نماینده دین شده نمیتونن، متاسفانه ثانیا اینها ابزار تخریب دین و ابزار تضعیف اسلام و مسلمین و پروژه های اینچنینی هستند. به هر حال جناب حادف با دلسوزی تمام میگه که ما بیاییم فقه پویا، یعنی در بطن دین آمده که فقه پویا در قرآن کریم آمده که لیتفقه فی الدین، یعنی برید شما مفاهیم دین را استخراج کنید. همانطوری که ما موبایل یا فرض کن نرم افزارهای امروزی که ما استفاده میکنیم، روز به روز خود نرم افزارها آپدیت میکنه، فهم از اسلام، عالمی بودن به شرایط زمان و مکان و آپدیت شدن بر اساس اقتضاعات زمان و مکان، این ایجاب میکنه که هر از چندگاهی خرافاتی که به دامن دین افزوده میشه، این خرافات باید پیراسته شود. بله، انشاءالله تعالی که مطلب واضح هست و بنده هم با همین دیدگاه کاملا موافق هستم که هر از چندگاهی باید احیاگران دین و دینشناسان خودشان آستین خود را در واقع دلسوزانی به دین برای پالایش دین و جامعه مسلمین از آفتها و از این گروه های اینچنینی که به اصطلاح تشبیه به زومبیا شده، برای اینها باید اینا را در واقع بزودایه. اصل مطلب همینه و حقیقت دین که مسلم، حقیقت دین که محکمات است و در محکمات دین کسی نمیتونه خدشه وارد کنه. تشکر از شما جناب فدرسه.
جناب هادف صاحب شما چیزی برای گفتن دارین در اخیر برنامه؟ مایکتون خاموش است، صدایتون نداریم. فقط تشکر میکنم از شما و از مهمانای گرامی به خاطر این برنامه بسیار آموزنده و زیبا که داشتیم و استفاده کردیم، حظ بردیم. باز هم تشکر، در پناه خدا باشید. زنده باشید. از مهمانان نهایت گرامی برنامه آقای محمد محق سفیر افغانستان در مصر، آقای حجت الاسلام سید محمد حسینی فطرت پژوهشگر حوزه عرفان دین و ادبیات، آقای سید عبدالرزاق لقمان معاون پیشین ریاست حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه و قبلا سکرتر اول سفارت افغانستان در ژاپن، و آقای عبدالاحد هادف معاون پیشین سفارت افغانستان در نروژ و نویسنده کتاب دین در دام وهم یک جهان سپاس. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان میرسد. تا تقدیم برنامه های بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، هم شما و هم تمام بینندگان را به خداوند می سپارم. شب و روز همه بخیر.